سلام های تر و تازه بنده موشکاف و پذیرا باشی. عرض کنم که این سیدعلی یک کبریت بی خطر داره به نام امامی کاشانی. طرف یه جنازه مومیایی شده است که هر وقت سیدعلی میخواد زیرابی تهی کنه و خلاصه حرف و حدیث پیش نیاد، یارو رو میاره تو جمعه بازار. این هفته هم همین کارو کرد، منتها چیزه اصلا چرا من بگم، خودتون ببینید. نکته اول این است که نظام جمهوری اسلامی از همون روز اول امتحان خودش رو داد که نمیخواهد خونریزی کنه، نمیخواهد ناامنی کنه، بلکه طرفدار امنیت، بلکه حامی مستضعفان و محرومانه. 34 سال نظام جمهوری اسلامی خودشو نشانده. ببین چی میکنه این زهر. ولایتی که 34 سال روی بمبوندن و ترکوندن و نفس کش ترکیدن سوار میده، حالا با یه گیلاس زهر طوری به فسفس افتاده که باید یکی مثل این مارچوبه رو بیاره تا روزه حقوق بشر بخونه. حالا صبر داشته باشید، این فقط یه نمونه بود، باقیشم موشکافی کردم. یه نکته دیگم اینجا که این رو چند بار هم وزیر خارجه امریکا گفت، مخصوصا هی تکرار کرد، و اون این بود که میگفت که ما این تحریم ها رو کردیم و با این تحریم ها ایران تسلیم شد، ایران پای مذاکره آمد. این نکته هم باید بدونیم که عزت ایران، اقتدار ایران بر اساس معنویته، بر اساس مادیت نیست. شما دنیای مادی هستید و اصالت رو به ماده میدید. اسلام اصالت رو به روح میده، اصالت رو به اندیشه میده، اصالت رو به معنویت میده. حاجی اینجا دیگه به جای یه سوتی دو سه تا سوتی رو با هم سیخ زدی. هم سینه خیز رفتن سیدعلی به شنب رو لو دادی، هم دست خالی عظما رو رو کردی. تنها سوالی که باقی مونه اینه که شمایی که اینقدر به اندیشه و معنویت اصالت میدید، پس چرا با زانوی زخم و زیلی هی تو مسیر ژنو سگدو میزنید ها؟ خب همه چی رو ول کنید، دو دستی بچسبید به معنویت دیگه. البته اقتصاد مهمه، نقش داره بدون تردید، تحریم ها مردم رو مشکل می اندازه، آزاد کردن رفاه ها میاره، ولی این معنا نیست که شما میگید که ما با تحریم ها ایران را برگردوندیم، بر سر مذاکره آوردیم، ایران را به چنون روز انداختیم. تمومش کردی؟ یعنی با همین سوتی های زنجیرهید یه تصویر کامل از دلپیچه ولایت رو به نمایش گذاشتی. سیدعلی از یه طرف دنبال یه سوراخی واسه نفس کشیدنه، از طرف دیگه میخواد مثل قبلنا غنی‌سازی در زیر عبا رو ادامه بده. این پاسدار دماغ سوخته درد اتمی سیدعلی رو اینجوری رو میکنه. اما ما به صلاح سوالمون این هست که ما تیم هیئت مذاکره کننده ما که مورد اطمینان هم مقام معظم رهبری، هم ملت به صلاح هستن و هم مجلس به صلاح هست، باید یک مواضع به صلاح هجومی به اینها گرفته بشه، به تیم پنجه به علاوه یک. ما میگیم دفاعی نباید به صلاح برخورد بشه، اما ما میگیم که مثلا بحث اورانیوم 20% رو ما برای چی از بین ببریم؟ آخه گیج خولی، بعد از این همه مذاکره بازی و زهرخوری تازه میگی 20% رو برای چی از بین ببریم؟
گوگیجه سیدعلی رو ملاحظه کنید دوستان. خودش هم نمیدونه چه غلطی میخواد بکنه، هم میخواد از تحریما خلاص شه، هم نمیتونه از بمب دل بکنه. سیدعلی افتادی تو سرازیری، داری میری، هی میری، خرقلت تو بزن اوزی، خرقلت تو بزن. شب زد و خور بیمونه بیمونه، ساقی من پیکره تو شیخ بریدونه، اونقدر خودا بیاد تا چپشی دوتا بود، اون که باز شاهی کنه رفتن جایی جونه. کوس من آقه بطه زهرو میدونم، اون بگه غنی نشه من نمیدونم، من مثل ما امشب مثل هر شب جان زد تو دستمه، یک لاتی خوردم بستمه، یک لاتی خوردم بستمه، یه چشم به تحریما چشم دیگنده هستمه، یک لاتی خوردم بستمه، یک لاتی خوردم بستمه. موسیقی